چهاردهم آبان ماه 1395 خورشیدی و چهارم نوامبر 2016 میلادی. در امشب صفحه آخر میپردازیم به ترور فرمانده پیشین ارتش سایبری سپاه تو خونش به دست افراد حکومت. پرده آخرم در آخر برنامه و این میانه اگه فرصت بشه یکی دو موضوع دیگه. حالا بریم جلو. ببینین قتل‌ها و ترورهای در اون حکومتی از فردای انقلاب 57 جریان داشته. بعضیاشو میدونیم، بعضیاشو ممکنه هرگز ندونیم و کسایی که از این قتل‌های پنهان اطلاع دارن هیچ وقت لب باز نکنن و کلی راز این ترورها رو با خودشون به گور ببرن. خیلی بوده تا حالا، از انفجار همچنان پر ابهام دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 60 و کشته شدن بسیاری از مسئولان حکومت تو اون انفجار تا قتل احمد خمینی با فتوای مراجع وابسته به بیت خامنه‌ای، سقوط عمدی هواپیمای حامل رحمان دادمان وزیر راه و ترابری دولت خاتمی، نمیدونم واجبی خوری سعید امامی معاون وزارت اطلاعات دوره فلاحیان و رفسنجانی تو زندان و غیره. همچنان به این فهرست اسامی جدیدی داره اضافه میشه. یکی از مهمترین افرادی که تا حالا صحبتی از حذف و چگونگی ترورش نشده محمد حسین تاجیک است، فرمانده ارتش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. محمد حسین تاجیک متولد 1360، مجرد، مدال نقره المپیاد ریاضی دانش آموزی داشت. 17 سالش بود که پدرش که اطلاعاتی بود بردش تو وزارت اطلاعات و تا فروردین 1392 به عنوان یک مغز برنامه ریزی کامپیوتری با پروژه های جاسوسی و ضد جاسوسی همکاری میکرده یا مدیریت میکرده این پروژه ها رو. تو اداره فنی معاونت امنیت وزارت اطلاعات کار میکرد، تو اداره سیاسی قرارگاه سارالله سپاه کار میکرد، جانشین ریاست و معاون عملیات قرارگاه خیبر بود، عضو نیروی قدس سپاه بود و بسیاری سمت‌های دیگه تا مرداد 92 که به اتهام جاسوسی بازداشت شد. بردنش بازداشتگاه هجرت شرق تهران از بازداشتگاه‌های مخفی وزارت اطلاعات. یه ماه بعد میبرنش زیرزمین بند 209 اوین و بازجویی شکنجه به دست معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات. بعد یه سال با کفالت پدرش آزاد میشه. بعد کیفرخواستی براش میزنه معاون دادستان تهران آقای ناصری و مینویسه که گزارش سازمان‌های اطلاعاتی نشون میده که ایشون مجرم است و جرمش جاسوسی به نفع اجانب از طریق همکاری با دول متخاصم. هیچ جا تو پرونده نوشته نشده که این اجانب کیا هستن، اون دولت متخاصم یا دول متخاصم طوری که نوشته کدوم دولت هاست منظور. دوباره احضار میشه به دادگاه که باید در 21 تیر 95 به عنوان متهم میرفته دادگاه. این برگه احضارش. چند روز قبلش تو خونش کشته میشه، درست 15 تیر ماه 1395. جنازهشو میبرن بهشت صحرا خاک میکنن توی قطعه 305، اما هیچ خبری منتشر نمیشه. انگار یه همچین آدمی توی همچین موقعیتی وجود نداشت، اصلا در دنیا وجود نداشته همچین آدمی، فرمانده ارتش سایبری. درست یک ماه پیش از این، یعنی یک ماه پیش از این تاریخی که بنده الان دارم خدمتتون صحبت میکنم، العربیه نوشت بنا به گفته منبع آگاه تاجیک که عضو سپاه قدس بود و دوستی دیرینه‌ای با قاسم سلیمانی داشته، در انجام مأموریت‌های خود طی سال‌های 1377 تا 1392 با سازمان‌های مختلف مرتبط با سپاه قدس در منطقه خاورمیانه و سرویس‌های اطلاعاتی مختلف همکاری کرده است. روح الله زم یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب با انتشار عکس و نوشته‌هایی از کشته شدن محمد حسین تاجیک که وی را دوست خود عنوان کرده، گفته که وی توسط یک نهاد امنیتی کشته شده و تهدیدها علیه خود وی نیز از 3 ماه قبل آغاز شده است، یعنی علیه روح الله زم. سایت اصلاح طلب سهام نیوز هفته پیش با انتشار یک مطلب از روح الله زم و عکس از صفحه فیسبوک و اینستاگرام وی
از نحوه تصفیه محمد حسین تاجیک خبر داده بود اما نامی از وی نبرده بود. زم افزوده است که هدف از این ترورها که توسط عملیات مشترک طراحی شده اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی قدس طراحی و اجرا شده، پوشاندن حفره های امنیتی است. در خدمت آقای روح الله زم هستیم. آقای زم خوش آمدید به امشب صفحه آخر. ممنون که منو دعوت کردیم. درود سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. آقای زم شما رو تا اونجایی که ما میشناسیم، ما روزنامه‌نگارا، شما روزنامه‌نگارین، مثلا همه روزنامه‌نگارا قاعدتا منابع خبری مختلفی دارین، ولی محمد حسین تاجیک رو چجوری میشناسین؟ کجا میشناسینش؟ من قبل از اینکه از ایران خارج بشم، خب تقریبا ما آقازاده فرهنگی بودیم دیگه یه جورایی، و توی هیئت‌های مذهبی و اینا من خیلی زیاد میرفتم چون خانواده ما مذهبی بود و هنوز هم هست. توی هیئت حاج منصور، توی حالا هیئت عشاق الحسین، و من توی این هیئت‌ها که تردد میکردم، خصوصا تو ارک و شهر ری و اینها، دعای کمیل حاج منصور، اونجا اون زمان محمد حسین رو دیده بودم و با هم دیگه سلام علیکی داشتیم. من نمیدونستم خب این آدم کیه، چه جوریه، فقط به عنوان یه پاممری حاج منصور من میشناختمش. تا بعد دیگه من ازش هیچ اطلاعی نداشتم. گذشت تا دقیقاً روز دهم دی ماه 94 بود، روز اول ژانویه بود، که از یه طریقی با من تماس برقرار کرد و من اول نشناختمش. بعد خودش رو معرفی کرد و اینا. من یه ذره مرور زدم به خاطرات هم و اینا، دیدم که درسته، مشخصات میخونه، عکس فرستاد، دیدم خودشه. و بعد یه خبری برای من فرستاد، خبر احضار خودش به شعبه 15 دادگاه انقلاب. و توی اون خبر، خب من نسبت‌های فامیلیش رو اصلا نمیدونستم که حالا محمد حسین به کی وصله، چه جوری هست. هم تو اون خبر نوشته که عموی من نصرت الله تاجیک و بعد محمد رضا تاجیک که مشاور آقای خاتمی هست و مشاور عالی میر حسین موسوی بود تو انتخابات 88، که توی اون ایمیل اشاره میکنه به اینکه تو سال 91 من رو میخواستن بازداشت بکنن تا یه درگیری با رضوی که معاونت ضد جاسوسی وقت وزارت اطلاعات بود، یا همون واجا. و میگه این قضیه به توصیه حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات انجام نشد از سال 91. یعنی مشخصا اشاره میکنه به درگیریش با رضوی و با تیم رضوی که تو اون مقطع میخواستن بازداشتش کنن. خب من همون اولش یه دفعه دیدم که خب این اون آدمی نیستش که عادی باشه، یا آدم معمولی نیست. من چون پرهیز دارم از ارتباط گیری با عناصر اطلاعاتی داخل یا امنیتی داخل، مگر اینکه خودشون بخوان، احساس کردم که بعد، یعنی بعد یه پروسه اعتماد سازی باید طی بشه. خب من به اون اعتماد نداشتم، ولی اون سعی داشت اعتماد منو جلب بکنه و این پروسه تقریبا 2 ماه 3 ماه طول کشید تا ایشون با من ارتباط برقرار کرد. و این ارتباط برقرار کردنم دقیقاً من فکر میکنم که ببینید، تاریخ آزادی ایشون طبق اسنادی که وجود داره بهمن سال 93 هست، که با قرار التزام پدرش با کفالت از دادسرای شهید مقدس آزاد میشه. یعنی بعد از 1 سال، درسته، یا بیشتر زندان دید؟ نه دیگه، بعد از 11 ماه با من ارتباط گرفت. اون 11 ماه توی مدارکش که دست من هست و یه نسخهش هم فکر میکنم دست شما هست بعضیاش، توی نسخهی که حالا داره و اینایی مشخص میکنه که تو بیمارستان قمر بنی هاشم پذیرش شده که مال وزارت اطلاعاته، و یک پروسه درمان حدوداً 6 ماه رو داشته. یعنی از بهمن 93 که آزاد میشه تا 6 ماه بعدش تقریباً توی بیمارستان و اینها بوده، تو بیمارستان نیرو انتظامی بوده، تو بیمارستان وزارت اطلاعات بوده، و بعد میاد بیرون. خب توی فضایی قرار گرفته که این فضا پدر امنیتی و کاملا مخالفش،
و از قدیم پدرش تو تسخیر نخست وزیری زمان شاه و بعد تسخیر سازمان ساختمان ساواک و اینها بوده و تو قتل‌های زنجیره‌ای بوده. حتی یه تیمی از معاونت 15 که معاونت برون مرزی وزارت اطلاعات هست اوایل انقلاب میره به سمت مصر و یمن و اینها، حالا مشخصاتش هست کاملا، که تو اون عملیات ها بوده پدرش و خب یه آدم کاملا مخالف مواضع پسرش. برادرها، سه تا برادر، دو تا اطلاعاتی که هنوزم دارن کار میکنن با وزارت اطلاعات، یه برادرش 18 19 ساله که تازه مثلا فکر کنم شده 18 سالش و اصلا فضای درک نبوده، بعد از زندان آزاد شده تحت شکنجه های شدید که من دیتیلش رو دارم و احساس کرده که بعد با یکی ارتباط بگیره که خودش رو تخلیه بکنه و بتونه باهاش فیلفل فانت بکنه، بتونه درکش کنه، بتونه لمسش کنه. خب من نمیدونم چجوری اومد سمت من، نمیدونم اصلا چرا منو هدف این ارتباط قرار داد، اما شاید احساس کرده که خب منو میشناخته قبل و رصدم هم کرده و میدونسته که بالاخره من میتونم باهاشون احساس عاطفی رو برقرار بکنم. خب یه زمانی زندان بودم، اون زندان بوده، خب منم شکنجه شدم، اونم شکنجه شده، منم بعد زندانم خب دارو مصرف میکردم، اونم بعد زندانش خب روزی 11 تا 12 تا قرصای خیلی وحشتناک که تعادل رو به هم میزد و اصلا خیلی موقع تمرکز نداشت، خیلی موقع لکنت زبون میگرفت بعد از مصرف قرص، دستاش میلرزید، ضعف عمومی بدن داشت و فیبرش پایین بود، یعنی اصلا کلن تمام روان و اختلالش به هم ریخته. حالا احساس میکنه که باید با یه آدمی حرف بزنه. خب این حرف زدن نه از روی موضع انتقال اطلاعات باشه، یعنی هدفمند نیومده که اطلاعات رو منتقل بکنه به ضرر منافع ملی خودش و امنیت ملی. خب چون میدونست، بارها با هم صحبت کرده بودیم که ما علیه منافع علیه امنیت ملیمون خط قرمزمون کاری نمیکنیم و اونم میدونست که من خودمم، یعنی با سرویسی نمیدونم با جای این اطلاعات در اختیار کسی قرار نمیگیره و ما با هم صحبت میکردیم. یه زمانی مثلا تو حین مذاکرات شبونم و هر شب ما با هم صحبت میکردیم تقریبا یک سال بدون استثنا، شاید یه شب وسطش فاصله میافتاد ولی ارتباطمون خیلی عمیق بود و من واقعا در جریان ریز کارهایی که میکرد بودم. با برادرش دعواش میشد، میگفت مثلا برادرم ببینید آقای عزم عذر میخوام دو تا سوال کوتاه بپرسم که بریم جلو. اینایی که شما گفتین کلیاتی بود که میتونیم ریزش بکنیم. ببینین، یکی اینکه فرمودین سه تا برادر داشته و دو تاشون اطلاعاتی ان، یکیشون که روش تاکید کردین 18 ساله، تو عکسایی که ما نشون میدادیم من کنجکاو شدم که اون عکس برادر کوچیکه امیر حسین، اون دو نفری که با هم هستن که با هم زندگی میکردن این دو تا، یعنی یه خونه بود که دژبان که حفاظت اطلاعات سپاه از زمانی کهشون آزاد شده بود تا زمانی که باید دادگاهش برگزار میشد توی اون خونه تحت نظر بود و برادرش پیش خودش زندگی میکرد. علاقه بسیار زیادی به برادرش داشت، یعنی علاقه بود که میگفت من هیچ کس رو تو دنیا دوست ندارم، فقط این برادرم رو دوست دارم و هر کاری میکنم باید برای این بکنم. که بعد متاسفانه حالا یه قضایه پیش اومد که قد نشناسی نشد و اینها از طرف برادر کوچیکش. یعنی برادر هست هنوز؟ برادر کوچیکش، برادرش هنوز هست ولی خب با پدرش ارتباطش خیلی بهتر بود. خب تا با همین میخوام درباره پدرش بپرسم ازتون. پدرش اسمش چیه که همچنان در اطلاعاته؟ پدرش اسمش محمد نوشته، یعنی فرزند محمد، پدر اسمش محمد قاعدتا، ولی آیا تو اطلاعات آدم شناخته شده ایست؟ یعنی منظورم بیرون. بله، خیلی آدم قدیمی وزارت اطلاعات ده. به اسم مستعار حاجی ولی میشناسنش توی وزارت، یعنی حاج ولی، حاج ولی خب خیلی مشهوره و تو اغلب بازجویی ها و اینها حضور داره. آدم فوق العاده سنگدلیه. روایت هایی که من دارم از اینکه پدرش تو بهشت زهرا خب اومده، حتی سر قبر پسرش هم نیومده، اون دور وایساده زیر یه درخت ساندیس خورده و تا دیده پسرش خاک کردن رفته، یعنی از اون قتلای مثلا عقیدتی و اینا بوده که اینا سر عقیدشون یه دفعه مثلا همه کاری میکنن، حتی پسر خودش هم میکشه. خب ببینین، یک سوال، وقتی که این کشته میشه محمد حسین تاجیک توی بهزارا، رسما خاک میشه، رسما اونجا
اسمش هست، نشون دادیم تابلو رو که در قطعه 305 خاک میشه. چه گفته میشه؟ گفته میشه محمد حسین تاجیک که از فرمانده های سپاه بوده به چه دلیل مرده؟ حالا هرچی، آها، خب ما با هم ارتباط داشتیم. الان من برسم به اینجا که یه دفعه مثلا یه روزی ساعت 12:30 ظهر بود روز 15 تیر، دقیقا 4-5 روز قبل از عید فطر، که با من، یعنی منم باش صحبت کنم و اینا، و بابام داره میاد ساعت 2 تا 3 میره با یکی از بچه های حفاظت. نمیدونم این حفاظت حفاظت سپاه بوده یا حفاظت وزارت اطلاعات بوده، این رو نمیدونم، ولی گفت از همکارای قدیمیمه. گفت میاد ساعت 3 میره به زنگ میزنم، که بعد رفت و من منتظر شدم هی زنگ بزنه، هی پیام دادم، زنگ نزد، زنگ نزد، زنگ نزد. بعد از 10 روز از یه جایی فهمیدم که مرده. من یه دفعه اصلا شوک شدم، من با این حرف میزدم چجوری مرده، اصلا این نشدنیه. یعنی توی یه امپست خیلی روحی خیلی شدید قرار گرفتم این دفعه، و بعد فکر کردم شوخیه. خب رفتم سایت بهزهرا رو چک کردم، دیدم اسمش هست. خب مدارک محمد حسین بکاپ تمام هر جزئیات کارهایی که میکرد، مسافرتی که میرفت، جزئیاتش رو میذاش در اختیارم. خب یعنی ببخشید، مثلا عکسایی که داریم نشون میدیم اینا عکسای منزل محمد حسین تاجیکه که تو این منزل کشته شده. بفرمایید، ببخشید. آره، مثلا عکس منزلش رو میداد، مثلا رفتیم فلان جا. خب منم علاقه ای نداشتم که به من بده. میگفت من از قدیم کارم این بوده که جزئیات زندگیمو همیشه نوت برداری میکردم، ثبت میکردم، و حالا احساس میکنم که تو دوست منی و من کسی دیگر رو ندارم، نه برادر دارم، نه پدر دارم، نه کسی حرف منو میفهمه. یه مادر پیر دارم که اونم تو این بازی ها نیست، اصلا سیاسی نیست و اینا، اصلا تو حرف منو میفهمی. من بگم آقای فلانی فلانجا، تو میدونی، حتی میدونی مشخصات این آدم چیه دیگه، لازم نیست من بیام برای تو توضیح بدم. یه دلیل اینکه اومدم پیش تو دارم خودم رو تخلیه میکنم همینه که تو اینا رو میشناسی، همه چی رو میدونی. و مثلا همون موقع دیگه پزشکی قانونی، خب میبرنش پزشکی قانونی، و پزشکی قانونی ساعت مرگ و ساعت 3 ثبت میکنه. اما با اصرار، یعنی با فشار وزارت اطلاعات، محمد حسین کالبد شکافی نمیشه. یعنی همون موقعی که میمیره فردا صبحش میبرن به زهرا. و مرگ داخل منزل معمولا تو ایران مرگای مشکوک و اینا اینه که بعد کالبد شکافی بشه. و خب اقوام و آشنایان و اینا خیلی فشار میارن که همه جا پخش میکنن که این سکته قلبی کرده، در صورت که این آدم سالم بود، داشت با من حرف میزد، آدم بود خیلی اکتیو بود، خیلی با هم چی داشتیم، یعنی خب شب قبل. بعد چگونه دریافتید که کشته شده و چگونگی قتل و اینا رو هم بگین، چجوری دریافتید و هم چگونگی قتل رو بگین؟ یه خودم فشرده تر صحبت کنیم برسیم. خیلی من سوال دارم ازتون. آره، من دیگه گذشت، حالا چگونگی دریافتش رو اجازه بدیم که نگم، چون ممکنه یه سری مسائل پیش بیاد. ولی بعدش دیگه من فهمیدم، سایت بهزهرا رو چک کردم، دیدم ایشون کشته شده. و تا 2-3 ماه ما فکر می‌کردیم که خب این شاید یه بازی امنیتی باشه که دارن با من میکنن که من خبر قتل اینو اعلام بکنم، و بعد حالا پشت پردهش اینا رو من نمیدونم. خیلی تأمل کردم تا اینکه خبرش رو اعلام کنم. ولی توی بهزهرا بالاخره یه سری چیزایی دستم رسید، یه فیلمی دستم رسید، عکس محل مسجدش دستم رسید که کشته شده، و دیگه به این قطع و یقین رسیدم که کشته شده. دیگه بعد از 3 ماه ما خبرش رو اعلام کردیم. ولی خب الان دوروبری ها و آشناها و اینا همه دارن اصرار میکنن که بابا سکته قلبی کرده، چون اگر بگن کشته شده، خب کی کشتتش؟ واقعیتش اینه که این سکته قلبی نکرده، این حالش خوب بوده. موقعی که رفتن خونه در حالت درازکش دراز کشیده و دوتا دستاش روی سینش بوده. کسانی که میشناسنش میگن که اصلا سابقه نداشته که این بخوابه و دستش روی سینش باشه. موقعی که میبرنش به زهرا دورش پلاستیک چیز میکشن، یعنی قبل از کفن یه پلاستیکی میکشن که خون نریزه بیرون، و اینکه اجازه کالبد شکافی نمیدن اگه سکته شده. خب گزارش پزشکی قانونیش کجاست؟ چرا منتشر نمیکنن؟ چرا نمیگن؟ چرا کسی به من نداده گزارش پزشکی قانونیشو؟ این خودش که میگه بابام اومده به همراه یکی از نیروهای حفاظت، ساعت 2 بابام میاد، ساعت 3 میره با یکی از نیروهای حفاظت، و به احتمال بالای 99.5%
پدرش و اون نیروی حفاظت توی خونه کشتنش. ببینین خودش کجا میگه، دقیق اینو بگیم، خودش تکس میزنه، خودش ایمیل میزنه، مهم نیست به کجا، مهم اینه که میخوام بدونم که دقیقا اون ماجرا. تلفنی صحبت کردیم، خب با هم تلفنی صحبت کردیم، تلفنی که نه، از طریق یه سیستم ارتباطی. یعنی ساعت چند؟ ساعت 12:30 اینا بود حدودا، 12:30 بعد از ظهر یا شب، ظهر 12:30 ظهر با هم صحبت کردین. اون گفتش که پدرم با یک حفاظتی دارن میان خونه. آره گفتم بیا مثلا با هم صحبت کنیم و اینا، من نگرانتم. گفتش که نه بذار به ساعت 2 بابام میاد، من دارم کارا رو انجام میدم و فلان و اینا، میخوام راجع به پرونده میخوام با هم دیگه صحبت کنیم و ممکنه مثلا بحث امان نامه و بحث عفو رهبری و اینا داریم، مثلا این کارا رو بابام داره انجام میده که بس از 3 میره، من 3 به بعد مثلا با هم دیگه پیام میدم و اینا که بیام با هم دیگه صحبت کنیم، که دیگه رفت این مثلا نه دیگه پیامی نه دیگه خبری نه هیچی. و بعد من یه هفته بعدش سه... آن همون ساعت 3 که قرار بیاد با شما صحبت کنه، حالا رو اسکایپ یا روی تلفن هر چی، اون موقع زمان فوتو میزنن بوده. گزارش پزشکی قانونی میگه که ساعت 3 به قتل، ساعت 3 مرده، یعنی کشته شده. و توی خونش پدرش رفته بوده توی این فاصله، فقط پدرش بوده و یه حفاظتی به گفته خود. بله دو نفر بودن کلا، یکیش پدرش بوده، یکی نیروی حفاظت بود. من تنها چیزی که میخوام حدس خودم و شاید بخشی از بینندگان باشه این وسط، که وقتی که این زندان اطلاعات، پدرش کفالت اینو میکنه و از زندان بیرونش میاره و بعد اگر ما دقیقا همینو دقیق و درست ثابت شده بدونیم که پدرش با یه نفر دیگه تو خونه میرن و اینو میکشن، این بین اون کسی که حالا تو قطعه زنجیری بوده و اونم جنایت هایی که داشته وزارت اطلاعات ممکنه بعید نیست در این، به هر حال این به این معنی است که احتمالاً رفتن مسئله عفو رهبری و اینا رو هم به من خطابم به بینندگان عزیزمونه که ماجرای عفو رهبری پروندهش اینا رو در ادامه برنامه خواهیم گفت، که شاید رفتن برای مثلا نمیدونم توبه گرفتن از این، مثلا نمیدونم اعتراف گرفتن از این، آخرین حرف رو زدن مثلا و احیانا این مقاومت کرده، همون حرفای همیشه‌شو زده که الان میخوام همینو بپرسم از مهمان محترم برنامه که همیشه انکار می‌کرده و بسا اونجا به هر حال تکلیف رو روشن کردن. بگذاریم ببینید در نامه ای که حالا من اینو میپرسم بعد روی این موضوع هم اگر صحبت دارین بکنین آقای زم، ببینید در همیشه انکار کرده، این که گفتم همیشه اتهاماشو انکار کرده، تو نامه ای که تیر ماه 95 به وکیلش نوشته، آقای محمد حسین تاجیک به وکیلش نوشته، وکیلش آقای احسانی فر، در صفحه 2 این نوشته است که در بخشی از اتهامات من ماده فلان فلان که ممکن است مسموع باشد، این امور با بخشی از اقاریر متضاد دریافت شده با اجبار متضاد است، مانند اعترافات به ترور رهبری و هواپیما ربایی و غیره. این یه نکته. دوم نوشته تاکنون نام دول خارجی که به ارتباط با آنها متهمم اعلام نشده، آیا نیاز به دریافت نظریه شورای امنیت ملی یا وزارت خارجه هستیم؟ یه مورد دیگه نوشته من در مورد شکنجه مندرج در فلان، در همون کیفرخواست و 578 فلان، میگه در مورد شکنجه پزشک نیز تایید میکند، پزشک خود پرسنل واجا بوده وزارت اطلاعات و معرف دستگاه امنیتی و دارای حسن شهرت است، چگونه از این عامل عنصر دفاعی بسازیم برای دفاع از خود؟ ببینید اینو نشون میده که این محمد حسین تاجیک فرمانده ارتش سایبری سپاه در زندان مورد شکنجه واقع شده و اینطور که خودش به وکیلش نوشته میگه یه سری اعترافاتو به اجبار از من گرفتن و اینها. ببینید چرا این اتهاما رو بهش زدن؟ براش چه میخواستن؟ چه سرنوشتی براش تنظیم کرده بودن؟ و آیزم یه اشاره هم من کردم تو نوشته ای که از عربیه نقل کردم، که نوشته اید که این ترور برای پر کردن حفره های امنیتی، ماجرا چه بوده؟ من قبل از اینکه بیام روی حفره های امنیتی یک جایی خیلی ببخشی صحبت شما رو اصلاح بکنم، محمد حسین فرمانده یعنی جانشین فرمانده یه قرارگاه خیبر بود.
یه قرارگاهی تشکیل شده مدت هاست، 4 ساله، که این قرارگاه نیروهای اطلاعات سپاه، نیروهای یعنی وزارت اطلاعات، معاونت فنی وزارت اطلاعات و بخشی از حفاظت اطلاعات وزارت دفاع توی این قرارگاه تجمیع شدن برای مأموریت قرارگاه، که قرارگاه ناشناخته ایه و کسی نمیدونه اصلا این قرارگاه چی هست، اسمش هم کسی نشنیده، آفند و پدافند سایبریه و کار عملیاتی هم توش میکنم، یعنی هم هجوم سایبری هم پدافند سایبری. محمد حسین یه زمانی توی سپاه بود با طائب کار میکرد، یه زمانی تو معاونت فنی بود، یه زمانی تو قرارگاه سارالله بود، یه زمانی یعنی اینا همه بود، اما آخرین مسئولیتاش توی قرارگاه خیبر بود، یعنی فرمانده سایبری سپاه، چون الان کسی دیگه است و قبل از محمد حسین هم کسی دیگه بود. یه بخشی میرسیم به حفره های امنیتی که شما فرمودین. ببینیم بحث اتهام و اینکه محمد حسین اتهاماتش رو قبول نکرده و تو صحبتاش با من هم اتهاماتش رو کلا رد می‌کرد و اینا تحت فشار بوده و شکنجه بوده و اینها، و الان ریز شکنجه هاشو من الان اگه خواستین بهتون میگم، یکی یکی دو جاشو که دیگه بیشترش خیلی ممکنه باعث آزار بشه. بحثش این بوده که اتهام الان به شما، الان آقای فلاحتی همین الان هفته پیش برنامه آقای توسیتون 2-3 هفته پخش کردین، انواع و اقسام اتهامات رو به شما وارد کردن، یعنی شما الان از سرویس امنیتی چین تا کانادا تا موساد تا فلانجا، شما الان آدمی هستین که با همه اینا دارین کار میکنین از نظر سیستم امنیتی جمهوری اسلامی. آقای حسن روحانی رئیس جمهور، الان رئیس جمهوره، سالها نماینده رهبر بوده در شورای عالی امنیت ملی، الان همین الان متهم به جاسوسی برای اسرائیل، که تو ملاقاتی که سال 64-65 داشته و نوار اینو حالا در آوردن، این با یه هیئت اسرائیلی هست. خود بنده به 40 تا اتهام نکرده متهمم، حالا ماها همه به کنار، ولی یک آدمی توی سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هست با این فاکتورهای شخصیتی، آدم لجوج، آدم بسیار نخبه امنیتی که در کشورهای مختلف آموزش دیده و پدرش سالها، یعنی از اول تشکیل وزارت اطلاعات جز پایه های این سازمان بوده، 2 تا برادرش دارن با وزارت اطلاعات کار میکنن، عموش نصرت الله تاجیکه که توی انگلیس سالها زندانی بوده به بهانه فروش دوربین دید در شب، این یکی عموش مشاور محمد رضا مشاور آقای خاتمی و مشاور میرحسین موسوی، یه آدمی با این تیپ شخصیتی شما اضافه کنین که لجوج هم باشه و کاملا هم قد باشه، حرف خودش باشه و با هیچ باند قدرت و ثروتی هم ساخت و پاخت نداشته باشه، خب طبیعتا مورد هجوم قرار میگیره، طبیعتا مورد حمله قرار میگیره، همجوری که خودش هم تو حرفاش میگه، الان ایمیلی که اینجا مثلا برای من زده میگه از سال 91 من با رضوی، یعنی من با نیروهای رضوی با من درمیش. حالا بذارین درباره رضوی و داخل وزارت اطلاعات برسیم صحبت بکنیم، ولی تو این صحبت هایی که داشتین میکردین بسیار خوب، اما یه چیزی که از درباره عفو رهبر که شما اشاره کردین، مسئولای امنیت بیت ظاهرا دنبال این بودن، یا لااقل تعدادشون دنبال این بودن که برای محمد حسین تاجیک عفو رهبر رو بگیرن، که گفته بودن جاسوس هست، یعنی حسین طاهب براش پرونده سازی میکنه ظاهرا، و کسای دیگه در داخل بیت دنبال گرفتن عفو بودن از آقای خامنه ای که داستانش تموم بشه، حالا تو اختلاف و رقابت که بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این قضیه دنبال میشد، یعنی اطلاعات دنبال اطلاعات سپاه دنبال حذف این بوده، حذف محمد حسین تاجیک بوده، حذف کاملش و کشتنش، و میخواسته موضوع رو مدیریت بکنه. من میکروفونو میبندم تا صحبت کنم. شاهروخ کسی رو داره به اسم احمدی که یک اثر تحقیقاتی رو برای بیت اداره میکنه، بهش میگن تحقیقات، هیچ خروجی بیرون نداره و همکاری با هیچ تشکیلاتی نمی کنه و کارش هم با آقای شاهرخ، اینکه حالا شاهرخ چه زمانی چه چیز رو تعریف میکنه و چی نیاز داره، این هم بستگی داره مناسبات ایشون و دفتری که داره براش کار میکنه. مسئول تحقیقات یک کسی که خودش احمدی معرف کنم، اسمش هم این نیستن و لهجه غلیظ ترکی و
تسلط کامل به انگلیسی، آدمیه که میخوره به مشخصات و ظاهرشون، شاید مثلا 42 43 همچین میزان سن و سال، و خیلی وابستگی سنگین شخصیتی و روحی به بیت و حالت انتقادی خیلی شدید نسبت به دولت. گاکو داره یه چیز کچ و کله ای از سپاه میگه، ولی به طور کل مثلا فضای انسانیه که زاویه داره شدید با دولت هست. شاهرخ دستان رو گذاشت پیش ایشون، گفت برو این سفر رو با ایشون برو، آب و هوایی رو عوض بکن، ایشون هم پیشنهاداتی برای تو داره که غیر از اینکه بحث کارت رو حل میکنه. ما انشالله به این شکل، من از آینه ما انشالله امیدواریم که قضیه مشکلاتی که برای شما درست کردن رو برطرف بکنم. بهشون گفتم که اون قضیه قبلی که شما گفتید، شاهرخ گفته بود که اگر هیچ چیز جواب نداد من از خدا آقا برای تو امان‌نامه میگیرم. یعنی اون چی شد؟ اون مطلبی است که من با آقا دارم، ولی مثلا ایشون به کسی گفته که بیاد بره بررسی بکنه که اصلا چرا یه همچین حرفی در مورد تو زدن، و بعد اصلا چرا گزارشی نعیم که یکی از نیروهای سایبری سپاه هست، گزارشی رو تو بولتن سازمان اطلاعات سپاه خطاب که بولتن میاد میره به جاهای مختلف میاد، بیت هم میاد که شما با یکی از این اسامی مستعارتی که اسم مستعار محمدی بوده اصلا شناخته شدی به اسم جاسوس امریکا و حکم مهارت و گرفتن اعدام شدی در سال 93، و این مطلب خلاف در این بولتن با چه انگیزه این منتشر شد؟ من که نمیتونم برم با طائب چیز بکنم و اصلا اون هم مؤلف های خودش با طائب داره که یکی و دوتا نیست، کی با طائب مشکل نداره، ولی به هر حال گفت که من میفهمم که آقا مسیر دیگری هم دارن اینو بحث و مطالعه میکنن. جواب تو الان با احمدی به جواب برو به نتیجه ای برس، من میدونم که موثر. خب اینا یعنی پیشا پیش در سال 93 تاجیکو اعدام کردن با پرونده سازی که الان صحبت کرد که توی بولتن اطلاعات سپاه نوشته و وزارت نوشته و اینها، که به جرم جاسوسی با آمریکا سال 93 اعدام شد. حالا این آدم وجود داره سال 95 و داره یارو بهش میگه این چیزا رو. این یارو یعنی احمدی و شاهرخ و نعیم و اینا توی بیت رهبر، که توی نامه‌ای که محمد حسین تاجیک محرمانه میفرسته به رئیس دادگاهش، شعبه 15 دادگاه انقلاب، تاریخ 8 تیر 95، توی این نامه می نویسه که بر اساس در صورت که نامه محرمانه ارسالی این جانب شماره فلان مورخ 8 تیر 95 با نظر مساعد مواجه شد، مراتب لازم در جلسه به جناب عالی منتقل می شود و بر اساس تصمیمات و انشاءالله کسب مشاوره از افراد صالح امنیتی ارشد نظام مانند حجت الاسلام مقدم جناب آقای شاهرخ بیت رهبری اقدام خواهیم کرد. آیزم اینا کیان؟ شاهرخ، احمدی، نعیم؟ ببینید شاهرخ رو خب من سالها یعنی تقریبا با آدم های مؤثر بیت رهبری، خب ما قبلا حالا به واسطه ارتباط پدرم یا شغل پدرم خب با اینا آشنا بودم. ببخشید پدرتون دارم. یه بار بگید، شاید خیلی ها نشناسن. پدرتون و شغل پدرتون خواهش کنم. پدر من خب مشخص حجت الاسلام زم هستن، و اینکه سالها تقریبا 20 سال مستقیم زیر نظر خود مقام رهبری کار میکردن توی حوزه هنری، و بعدش حالا به دلایلی که دیگه نتونستن ادامه بدن و دیگه از سال 83 82 83 بود دیگه معاون شهردار بودن، و الانم که منطقه آزادن پیش آقای ترکان. بله بفرمایید، معذرت میخوام. بله درباره شاهرخ و احمدی و اینها. خواهش کنم. آقای شاهرخ رو من خودم هم تا حالا اسمش رو نشنیده بودم، یعنی بارها تاکید کردم که این اسم خیلی اسم عجیبیه، قطعا مستعاره، ولی توی تیپی که میده میگه مثلا یه آدم 45-50 ساله حدودن که از نیروهای قدیمی ارتشه و با همزمان با آقای محمدی گلپایگانی اومده پیش آقای خامنه‌ای و داره اونجا فعالیت میکنه و در حقیقت رئیس دفتر امنیتی آقای خامنه‌ای، یعنی رئیس دفتر امنیتی بیت. خب پدر محمد حسین به واسطه اینکه قدیمی های وزارت بود با جاهای مختلف ارتباط داشت، مثلا پیش صلواتی میرفت، محمد حسین تعریف میکرد که با پدرم رفتیم پیش صلواتی، صلواتی با پدرم خیلی رفیق بود،
و حالا روایت هایی که میکنه و اینا، میگه آقای شاهرخ پرونده من خب الان برای عفو اومده دست آقای شاهرخ، نه عفو، اما نامه در حقیقت، که آقای خامنه ای توی یک جایی با آقای شاهرخ گفته بود که اختیار با خودشه، میخواد تو سپاه حسین باشه، میخواد تو سپاه یزید باشه. و من گفتم من از اول هم تو سپاه حسین بودم، اصلا سپاه یزید ما نداشتیم که بخوام برم تو سپاه یزید. و این پرونده اونجا داشته پیگیری میشده. یه آقایی هست به اسم آقای احمدی که ما میگه تو فایلش، یعنی تو صحبتش میگه که این مسئول پیگیری اون دفتر بوده. و نعیم، ببین سازمان اطلاعات سپاه یه معاونت سایبری داره، خب این معاونت سایبری از یک مثلث تشکیل میشه، رأس مثلث نعیمه، دو تا ضلع مثلثه که شایانه، یکی مسعوده که مسعود رئیس مرکز فضای سایبری اپوزیسیونه و شایان هم یه ارتباطاتی داره. الان مسعود مثلا داره با دو سه تا خبرنگار تو داخل داره کار میکنه و دارن اینو، حالا اون شرح پروژش مفصله، ولی نه این رئیس فضای رئیس مرکز سایبری سپاه، مدیر پروژه عملیات چشم روباه بوده که 4-5-6 سال پیش یه سری روزنامه نگارای داخل رو به بهانه ارتباط با بی بی سی اینا دستگیر کردن، اسم عملیات موسوم شد به چشم روباه. پرستو دو کوهکی، مرضی رسولی، سهام الدین بورقانی، بنت الهدا هاشمی، خواهر سعیده هاشمی بی بی سی، اینها رو همه رو اینا بازداشت کردن. و عرضم به حضورتون که خب مسئول پرونده صدای من میاد؟ بله 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 بفرمایید. خب قطع شد. بذاری من یکی دو نکته بگم که اینا ارتباطات اسکایپیه که ببینید در نامه ای که عرض کردم محمد حسین تاجیک می نویسد به رئیس دادگاه، این نامه مهمی است در مورد اسامی، مخصوصا موضوع اعلام فهرست نام شهود و مطلعین جهت احضار. خب آقای زم اگر برگشتین خوش آمدید، خوش برگشتین، میشنوید صدای منو؟ خب ببینید کوتاهش کنین خواهش می‌کنم، خیلی فرصت مکرم داره که این جزئیات شاید واسه خیلی از آدما مهم باشه. نعیم رئیس فاز سایبری عرض کردم مدیر پروژه عملیات چشم روباه بود که شخصا از مرضی رسولی، پرستو دو کوهکی، سهام الدین بورقانی اینا به اسم مستعار مهندس حامدی بازجویی میکرد. خب مسئول پرونده حسین رونقی، سعید ملکپور، که اینها میان و هنوزم داره آشکار همین آقای نعیم به اسم مهندس علیزاده داره با فضای مطبوعاتی ایران داره مصاحبه میکنه به اسم کارشناس رسانه و کارشناس چیز. آه صحیح. خب من ادامه این نامه رو بخونم. پس آقای نعیم همون آقای علیزاده است که در روزنامه ها و در سیمای جمهوری اسلامی بعضی وقتا میبینیمش به عنوان کارشناس، کارشناس رسانه، همون بازجو. خب در نامه محمد حسین تاجیک به ریاست محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، موضوع نامه است اعلام فهرست نام شهود و مطلعین جهت احضار. توی این بعد از این قسمت که من نوشتم که میگه شما کسب مشاوره کنید از افراد صالح امنیتی ارشد نظام مانند حجت الاسلام مقدم و جناب آقای شاهرخ بیت رهبری، مقدمم سید علی مقدم بیت رهبری که قبلا گفتم که مسئول روابط مردمی بیت رهبری است و رئیس شورای عالی قرآن، و جناب آقای شاهرخ هم که الان توضیحاتی رو دادن مختصر آقای زم. اینجا من ادامه بدم نامه رو که بعد بپرسم از آقای زم درباره این افراد. میگه خود محمد حسین تاجیک یعنی مقتول نوشته است که فهرست ذیل شامل شهود و مطلعین پرونده هم است که حضور و کسب اطلاع از آنها راهگشا خواهد بود. به رئیس دادگاه می‌نویسه. اینا کیان؟ دکتر علی شریفی، متخصص اعصاب و روان، پرسنل رسمی واجا، پزشک معتمد و مرجع در پرونده‌های مختلف امنیتی، همون که دکترش بوده. آقای احمدزاده، نام مستعار، اولین کارشناس پرونده این جناب در حفاظت. آقای حامد حامدی، نام مستعار، مدیر فنی سابق معاونت حفاظت، مدیر کل سابق مرز و گذرنامه، از کارشناسان تیم اول پرونده من در حفاظت. حجت الاسلام محمود علوی، وزیر فعلی اطلاعات، جهت اظهار نظر در مورد حمایت برخی عناصر مورد عنایت رهبری از حقیر و موضع ایشان و دلیل عدم رسیدگی به مفاسد ضابطین و سفید کردن پرونده من.
آقایان فرهنگ و رضایی از عوامل فعلی معاونت حفاظت، آقای وحید سرپرست موقت سابق حفاظت در انتخابات ریاست جمهوری 92، آقای رضوی معاون اسبق وزارت اطلاعات در مورد درگیری بنده و تیم ایشان برای شایعه سیاسی اقدامات ایشان علیه من و خانواده ام و عمویم دکتر نصرت الله تاجیک با اتهام جعلی جاسوسی برای فشار و اعتراف گیری در ایام انتخابات، دکتر حاج نصرت تاجیک سفیر اسبق ایران در اردن و مشاور فعلی وزارت امور خارجه، سردار فاطمی معاون فرماندهی نیروی قدس، آقای حسینی معاون ضد جاسوسی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، آقای عظیمی کارشناس ضد جاسوسی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه. اینا یعنی من یه توضیح کوتاه یه دقیقه بدم. ببینید درباره دکتر نصرت الله تاجیک که نوشته با اتهام جعلی جاسوسی که میگه اینا آقای رضوی معاون اسبق وزارت اطلاعات درست کرده است، اون تیمی که میگه که آقای زمان اشاره کردن، داستان این است که نصرت الله تاجیک همینطور که آقای زمان اشاره کردن ایشون در لندن در سال 85 در انگلیس بنابرای خواست آمریکا ایشون دستگیر میشه به اتهام خرید دوربین دید در شب و یک سال زندان بود، بعد با £500,000 قرار که سفارت جمهوری اسلامی میذاره آزاد میشه، ولی در حصر خانگی، در حبس خانگی و تحت نظر بود تا به مدت 6 سال تقریبا، تا سال 91 که سال 91 آزاد میشه و برمیگرده ایران. تو ایران در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات دوره دهم مجلس میخواد کاندید بشه که همین تیم رضوی که میگه، یعنی وزارت اطلاعات، که همینایی که میرن در شورای نگهبان و میرن میگن که هاشمی رفسنجانی پیش جنتی، میرن میگن هاشمی رفسنجانی رو باید حذف بکنید از سر وزارت اطلاعات، میرن همین رضوی اینها، یعنی معاون وزارت اطلاعات دوره احمدی نژاد، همینها همین آقای نصرت تاجیک رو میرن میگن آقا جون این جاسوسه، یعنی دو جانبه است مثلا، و بنابراین شورای نگهبانم رد صلاحیتش میکنه. آقای نصرت تاجیک الان مشاور آقای ظریف وزیر خارجه است. باری آقای زم ببینید این اسامی که من خوندم، اینایی که به عنوان شاهد محمد حسین تاجیک مطرح میکنه به رئیس دادگاهش قبل از مرگش، قبل از قتلش، این به این معنیه که همه اینا که هم مال حفاظت اطلاعات سپاهن، هم مال وزارت اطلاعاتن، هم به بیت طبیعتن همشون وصلن، اینا همه در جریان پرونده فرمانده یکی از فرماندهان سپاه سایبری بودن، یعنی همشون در قتل این آدم دست داشتن دارن؟ ببینید این که در جریان بودن صحبت شما درسته، اینا کاملا تو جریان بودن و این ریشه داشته، این درگیری حذف درون سازمانی بوده، اما این که در جریان بودن همشون تو حذف، من نمیتونم اینو قاطع بگم که اینها همشون در جریان بودن. ببینید سازمان امنیتی جمهوری اسلامی همشون این جزیره هن و جزیره جزیره هر کدومشون مسئول یه جایی هم دارن فعالیت میکنن. این که به فرض مثلا محمد حسین توسط یه نیروی حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات به قتل رسیده و این قتل رو حفاظت اطلاعات سپاه میدونسته، نه من معتقدم که نمیدونسته. مثلا ممکنه اگر به فرض مثلا دفتر آقای خامنه ای یا شاهرخ یا حالا مثلا اینها میدونستن که میخوان محمد حسین رو به قتل برسونن، شاید جلوگیری میکردن که این قتل انجام نشه، چون محمد حسین هفته بعدش دادگاه داشت و اصلا ممکن بود تبرئه بشه از اتهام جاسوسی. من به نظرم محمد حسین یه سری چیزهایی میدونسته، چون واقعا میشه گفت اون اسنودن ایران بود، یعنی شاید مثلا اگر میخواست از کشور خارج بشه و اینا احساس میکردن که مثلا به فرض بخواد علیه امنیت ملیش خیانت بکنه و اینها با یه سرویسی ارتباط میگرفت، واقعا میتونست یه ویکیلیکس و یه اسنودن باشه و درست بکنه ایرانی. ولی به نظرم میتونه کار یکی از مثلا کار یه سازمانی باشه که جدای، یعنی بدون اطلاع سازمان‌های دیگه این کار انجام باشه. خصوصا این که من بعد از اینکه خبر قتل محمد حسین رو بنابر وصیت خودش که اگر من اتفاقی برام افتاد، این رو اولین خبر توی وبسایت العربیه منتشر کن که من همون کارو کردم، بعدش از یک طریقی، از طریق یک دوستی که پیغام رسید که آقای علوی وزیر اطلاعات توی یه جلسه بوده و گفته که اگه کسی با فلانی ارتباط داره یا با من، یعنی با من، این اطلاعاتشو بگین بده، من اطلاع ندارم از قتل آقای تاجیک. یعنی مثلا شواهدم نشون میده که وزیر اطلاعات خیلی موقع ها از کارهایی که زیر مجموعش میکنن اطلاع نداره، چون واقعا اینا جزیره جزیره،
ممکنه اینو حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات خب زده ممکنه باشه، حقوق بازی مثلا هم هست باشه، استفاده بشه، ممکنه حقوق بازی هم ممکن هم باشه. هست باشه، بله ممکن هم هست باشه. یعنی اینجوری گفته باشم. ببینید محمد حسین تاجیک توی یکی از صحبتاش میگه فساد از در و دیوار وزارت اطلاعات بالا میره، اونو گوش بدیم برگردیم. جای وزارت در معرض اطلاعات هم و این اطلاعات همش کسافته، همش گوه و گرد بولین مملکت مشغول ریدن و خوردن و خوابیدن و پاشیدن و فساد و این امور هم. و با این واقعیت به این واقعیت هم شغل بچه های وزارت اطلاعات و یک شما با یک سری انسان ناراضی و نامتعادل عصبی خیلی پره، یعنی وزارت یک جای بسیار عجیب و غریبی است برخلاف اون تصور عمومی که مردم دارن. این همه دزدی و این همه فساد و این همه مفسد اینو بعد اون میاد میبینه که آقا اصلا همکار خودمون هم رئیس دزد است، خبر میاد که آقا اصلا معاون خود معاونت خود ما در قضیه 3000 یزدی دزد بوده اصلا، یزدی دزد بوده اصلا، یزدی دزد. این یزدی کیه؟ این رئیس دزد که میگه کیه؟ آیزان یزدی معاون سابق اقتصادی وزارت اطلاعات بود و تقریبا ببینید باند وزارت اطلاعات دوران احمدی نژاد یکی رضوی بود که خودش یه احمدی نژادی بود واسه خودش معاونت ضد جاسوسی بود، معاون وزیر بود، یکی یزدی بود. یزدی مهره باند اقتصادی، مهره اقتصادی یک باند مخوف امنیتیه که مسئولیت تأمین مالی این آدم ها رو به عهده داشت اون زمان و الان برکنار شده. روابط صمیمانه با مشایی داشت و ارتباطش خیلی خوب بود با مشایی. و اینکه ریشه دعوای یزدی، یعنی ریشه پرونده بابک زنجانی در حقیقت، ما نمیتونیم تأکید این بودش که ببینید ما پرونده بابک زنجانی نداریم، ما پرونده ای داریم به اسم پرونده یزدی اسلش بابک زنجانی معاونه، یعنی از معاونای وزارت اقتصاد وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد و ایروانی بیت و مصلحی عراقی. محمد حسین خیلی تاکید میکرد رو مصلحی عراقی. ببینید اصل دعوای پرونده بابک زنجانی از یک ستادی شکل گرفت به اسم ستاد تدابیر ویژه. احمدی نژاد پشت رفت پیش آقای خامنه ای، گفت ما تحریمیم و شما اجازه بدین به ما که ما بر علیه تحریم آمریکا بخوام بیان پاتک بزنیم و یه کار اقتصادی خیلی خوب بکنیم. آقای خامنه ای هم اجازه میده، منتها تاکید میکنه با بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور. احمدی نژاد بنا به حالا حسای لجاجتی که داشت و کارهای خودش رو میکرد و اینا، میاد تیم، یعنی باند خودش رو میذاره به عنوان ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در زمان تحریم. خب اعضای این ستاد ویژه، من حالا اینا رو از رو بخونم، اعضای این ستاد ویژه رحیمی بوده که الان تو زندانه، رستم قاسمی، پرویز فتاح، مصلحی عراقی و وزیر اطلاعات، و معاونش یزدی، سعید جلیلی، عزیزی، برقعی، نیکزاد که وزیر مسکن بود، قزنفری صنعت، بهروز مرادی، فرزین فروزنده سپاه، مهرابیان، شیخ الاسلامی، شمس الدین حسینی، میرکاظمی، قلعبانی نفت، آقا محمدی و ایروانی هم از بیت. اینا میان یه ستاد ویژه تشکیل میدن، بابک زنجانی با حمایت مصلحی و حمایت یزدی که نام مستعار یزدی، میاد و مسئولیت دریافت و پرداخت پول رو، پول ایران رو، پول نفت رو، اینا رو به عهده میگیره و اینا حمایتش میکنن. یعنی شخص آقای مصلحی بابک زنجانی رو حمایت کرده و به یزدی تأکید کرده که این بابک زنجانی باید مورد حمایت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی باشه. یزدی پرقدرت ترین مهره ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت بود زمان احمدی نژاد، پرقدرت ترین مهره بوده. میاد چیکار میکنه؟ میاد یه نفر میذاره کنار بابک زنجانی به اسم حمید فلاح روی. حالا حمید فلاح روی کیه؟ حالا اینو میخواید الان بگم یا بعدم؟ دو دقیقه وقت داریم حمید فلاح روی رو بگیم، خواهش میکنم.
آره میرسه به حمید فلاح روی. حمید فلاح روی نیروی اخراجی واجا بوده، فعال در صنایع پتروشیمی بوده، تا سال 85 عضو هیئت مدیره ساتا بوده، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، و همزمانش تو صنایع پتروشیمی فعال بوده. تا سال 91 عضو هیئت مدیره ساتا بوده، با سردار دقیقی مدیر عامل ساتا درگیر میشه، از اونجا اخراج میشه و میاد با حمایت یزدی میاد کنار بابک زنجانی قرار میگیره. مهره بسیار پرنفوذی بوده تو دولت احمدی نژاد، به طوری که 7 تیر ماه سال 91 میاد مصوبه میگیره برای بابک زنجانی از 3 تا وزیر و رئیس کل بانک مرکزی وقت، مصوبه میگیره که این دریا پرداخت های پول نفت ایران توسط بابک زنجانی انجام بشه و بانک FIIB توی مالزی که خودش رئیس هیئت مدیره اونجا بوده که اینها انجام بشه. یعنی اینها همشون یه باند و یه تیمی بودن و بابک زنجانی میشه محصول، یعنی از اونجایی که وصل میشه به بانک انصار سپاه. بله. و میاد خب بحث پولشویی رو، فلاح هروی خودش اطلاعاتی بود. این در پرونده بابک زنجانی متهم ردیف 3 که حکم اعدام هم گرفته. بله بله. فعلا وزارت اطلاعات این خودش اطلاعاتی آلست. اگر بوده است خب چجوری اینو پس این حکم اعدام دادگاه بهش میده؟ خب ببین یه جای دیگه این نباید بره بالاتر. ببین تو رسانه‌های آشکار جمهوری اسلامی مثل شرق، مثل آرمان، اینا میان وکلای مدافع با مکزنجانی میان میگن آقای یه مثلا فلان دستور، آقای یزدیه. آها خب بله دیگه این از فلاح روی، این سیستم دیگه نباید بالاتر بره، چون از برسه به یزدی پای مصلحی میاد وسط، برسه به مصلحی پای یه سری آدمایی میاد، پای خود خامنه ای میاد وسط، برای اینکه رئیس مصلحی دیگه. بله از دو تا نماینده داشته آقای خامنه ای توی این 3 تا تداویر ویژه که همونجوری که عرض کردم آقا محمدی بوده و ایروانی. بله. و اینها اصلا یه تیم باند مخوف. ببینید فرصتمون تموم. میخوام نتیجه بگیرم که آقای فلاح هروی رو در واقع اینجوری که شما میگین قربانی میکنن برای اینکه بالایا قربانی نشن. بله بسیار خوب، من امیدوارم که بتونیم این گفتگو رو در هفته آینده ادامه بدیم. امیدوارم. آقای زم خیلی متشکرم، شبتون بخیر. من قربان شم. بریم پرده آخر. شما میدونید آمریکایی‌های خبیث وارد عراق که شده بودن، وارد شهر سامرا شده بودن، از دوستانی که بودن بپرسید، در خونه ها در میزدن میگفتن مهدی تو این خونه یه؟ فکر میکردن حالا حضرت مهدی توی خانه برن دستگیرش کنن، اونو دنبال امام زمان میگردن دستگیرش کنن. شب و روزگار خوش.